اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام حضرت شما برادران و خواهران بزرگوارم. شهادت شهید رو نباید تسلیت گفت، باید تبریک گفت، چون ما این الفاظ رو خیلی جابجا استفاده میکنیم، حالا مسامحتا هم میپذیریم. تسلیت از این جهت که ما به تسلا باید باشه، بله درست، اما حقیقتا اینها تبریک دارد، یعنی اینکه مبارکه، یعنی برکت داره. خیلی وقتا ما تولدای همو تبریک میگیم به هم دیگه، خیلی انصافا الله تبریک هم نداره. الله مثلا چه گلی به سر دنیا زدیم، به دنیا اومدیم، آقا تولد مبارک، چی شده مثلا، چه برکتی به دنیا آورده. بعضیا هستن که هم از اوتا برن بهترم هست، یعنی والله بیشتر به در دنیا میخوره تا به دنیا اومدنش. اما شهیده که تمام وجودش برکت. من حقیقتا خودم تو این سالها، خب صبح تا شب من کارم 15 سال پرچگالی همینه، من هیچ کار دیگه ندارم. 15 سال صبح و شب من همین کار. دیگه نفره 4 سال درس بخونه بشه کارشناسی میدن، 2 سال بذارش می کارشناسی ارشد، یه 4-5 سال هم تاش بگید دیگه طول بکشه دکترا بخونه، لااقل تو این زمینه به ما بگید نیمچه تخصصی داری تو این کار فرهنگی. من اثری که شهید بر مردم میگذاره رو نمونش رو هیچ جا ندیدم. یعنی الان از من بپرسید که اثری که برخی از نهادها و سازمانهای ما که متولی امر همین امور هستن، الله اسم نبریم، دارن بیشتره یا شهید ابراهیم هادی؟ میگم شهید ابراهیم هادی. یعنی یه شهید، یعنی از من اگه بپرسن قرآن فرموده شهید زنده است، میگم بله یقینا درسته، میگن چون قرآن فرموده، میگم بله که قرآن است، اما من با اون کار ندارم. من تجربه شده دارم عرض میکنم، مجرب دارم عرض میکنم، شهید اثر داره. کاری بعضی موقع شهدا با دل بعضی انجام میدن که خدا شهاده، اصلا غیر طبیعیه، نمیشه. 10 سال بعد به طرف کار فکری و عقیدتی کنی، آروم آروم تغییر کنی، یک شب، عجیبه، این اصلا منطقی نیستا. یک عمر طرف با یه سیستم، با یه مدل زندگی کرده، میتونه تغییر بکنه به این سادگی. برای همین شهید همه چیش برکت. اگر تصور من، شما، نمیخوام اختیار رو سلب کنم، یه وقت اشتباه نکنید، لا جبر و لا تفیز و لمرو بین لمرنگ، شیعه اعتقادش اینه جبر و اختیار با هم آورده، اما مجبورم اینجوری بگم تا بهتر درک بشه برای مخاطب. اینکه شهدا اینا از اول انتخاب شدن، اینا یه مدت میان روی زمین بین ما زندگی میکنن، حجت بر ما تمام میکنن، ما رو خوب میشناسن، ما میشناسیمشون، بعدش هم میرن. الان خدمت خانواده محترم شهید آرمان بودم، اونجا عرض کردم خدمتش، ما الان نمیگم کی، یکی از شهدا، مادر شهید، الله به رحمت خدا رفته، خدا رحمتش کنه، ایشون تعریف میکرد برای ما، میگفت حالا ایشون خیلی بچه به داشته، اما نمونده بودن، 5-6 تاشون بیشتر نموندن، بچه ها همه 3-4-5 ساله میشدن میمردن، اینجوری نبود مثلا سر زا اینطور مثلا رفتش. خب خیلی اذیت میشدن اینا، یه بچه فکر کن جلوت رشد پیدا میکنه شیرین میشه بعد تازه. میگو همین پسرم که شهید بود، با این 5 سالش بود تب و لرز کرد، تشنج. قدیم هم مثلا کجا بود، حالا مثلا شما ورده اینو ببرید یه روستایی پیدا کن برید توی شهری، دسترسی نبوده. میگه من با این ذهنیت که سر بچه های دیگه هم داشتم، گفتم میمیره. گفتم بالا سر همین بچه رو پاشوره میکردیم و چیکار میکردیم اینا، همون روال قدیم که نفر تب میکرد. گفتم من خوابم بود، گفتم حالتی مثل خواب، حالا نمیدونم خواب بودم بیدار بودم، یه حالت عجیب بود، مثل این تجربه های زندگی پس از زندگی است. شنا همینجوری بود. اینی که من دارم برای شما میگم 20 سال پیش برای من تعریف کرده. خب حالا حداقل مادرش 10-15 سال فوت شد. بعد میگم منو گرفتن دستم بردن، گفت من از تو این آسمان ها میرفتم بالا. رفتت مفصل، حالا اون چیزی که ایشون دیده بود بهش نشون داده بودن با اونش کار ندارم، یه جایی مثلا عذاب ها رو بهش نشون داده بودن، اجر بهشتی رو بهش نشون داده بودن. نکات عجیبی میگفت، ایشون یک ذره سوا، یعنی جز نماز هیچی بلد نبود، هیچی نمیتونست بخونه،
قرآن نمیتونست بخونه. نکاتی که میگفت ما بابت تک تکش روایت داشتیم کنار. این چه عرض میکنم؟ یعنی یک حالا اگه رویا بوده باشه رویا صادقانه بود. بعد میگفت دیگه یه جای ایشونو برده بودن گفتیدم یه پرده ای از نور آویزونه، مثل ملافه است منتها پارچه نیست، نور مثل ملافه، اینجا بادم میخور. میگه میدونستم اون کسی که اون پشت پیامبرم نمیستم چهره مبارکش رو بینم. میگفت چرا ناراحتی؟ گفتم به خاطر پسرم. گفت چه؟ گفتم اینم میخواد بمیره؟ من دیگه طاقت ندارم. گفت نه این نمیمیره، این شهید میشه. الانم نیست، این که الان 5-6 سالشه، این وقت داره. این اصلا مال شما نیست، این مال ماه. یه مدت فرستادیمش این پایین بین شما باشه، وقتش برسه دوباره برش میگردونیم. و ایشون بر من تعریف میگم گفت این بچه، من از اون حالت در اومدم از خواب بیدار شدم، دیدم این بچه تبش قطع شده بیداره. و من شروع کردم اینو بوسیدنش. من گفت از اون موقع تا 24 سالگیش که شهید شد یک بار دیگه سرما نخورد. بعد که میری تو زندگی اون شهید میبینید اوه واسه آدم عجیب غریبی، حالا وقتش نیست. خواهم بگم نه، عنایت داشته باشید. شهید مأمور خداست، شهید رسالت داره، میاد کاری انجام بده بره. این که شهید زنده است، بل احیاء عند ربهم یرزقون، رزق داده میشه بهشون، رزق میبره. موجود زنده نیاز به رزق داره. حالا تو یه بعد دیگه از این عالم داره زندگی میکنه، نه با این جسم، با یه جسم مثالی دیگه یه جایی داره زندگیشو میکنه و کار انجام میده کار از دستشون. یعنی شما، من اینو مجرب تجربه شدم بهتون عرض میکنم، بارها به خیلی از جوانام تو جلسات عرض کردم، گفتم برید شما یه رفیق شهیدی پیدا بکنید باهاش شروع کنید رفیق شدن، بعد از چند وقت اثرش رو تو زندگیتون ببینید. منتها فقط یک شرط داره، هیچی نمیخواد، فقط و فقط یه شرط، این ارتباطش، فقط اخلاص. اگر نیت شما کاملا لله بود، هیچی آغشتگی نداشت، کمک هایی به شما شهید میکنه که اصلا باور نکردنیه. یک شب راه هزار ساله میری. اینا دستشون بازه، منطقه خدا یک حالت اجازه داده یک کاری بکنن دستشون برمی. اون چیه؟ اون که از ته دل باشون خواسته تو، نه برای دیده شدن خودت، نه برای گرفته شدن حال یه نفر دیگه، لله باشه، از ته دل باشه، اینا دستشون باز باشه. شرطشه دیگه، هر قاعده شما، هر کاری، آقا میخوای بری نمیدونم یه بانکی، میگه آقا این رمز رو باید بزنی، قاعدشه. این قاعده اینجا هم همینه، یعنی باید این اخلاص باشه. اگه من شما تصور کردیم همینطور بریم مجلس شهید، نه بابا، اینا از اولیاء الله هم، شهید ولی خداست. توی مستند شنود، نمیدونم شنیدید یا نه، این عزیزی که رفته اون طرف رو دیده برگشته، خب ایشون تو همون من گوش نکردم، اونم ظاهرا همونجا اشاره میکنه که پیش ما اومده بود دفتر ما. خب ایشون از نیروهای نظامی و امنیتی ما بوده، تو پاکستان ترورش میکنن، ترورش میکنن، اینم میره، یعنی تا مرز شهادت میره، اصلا دیگه این روحش رفته بود، خیلی چیزا رو دیده بود. این برمیگشت به جسمش، همه این دور و بریا به دست و پا زدن میافتن، میگن باز یه خبری میخواد بده. یعنی برای کافر هم ایشون حرفاش اثبات شد. چرا؟ چون قشنگ میومد غیب میگفت، برمیگشت به جسمش، خیلی افتاده بود بیمارستان. بعد اونجا همین ایشون هم همینو میگفت، میگفت اصلا سپاهی از ملائک در اختیار شهیدن، منتها شرطش چیه؟ اخلاص. اخلاص لله باشه، هیچی جز خدا نباشه. برای همینم اگه دقت کنیم، ما بعضی موقع تو زندگیمون به یه گرفتاریایی میخوریم، خب بعد توهم میزنیم که خودمون میتونیم اینو حل کنیم، چون خودمون یه منیت این وسط میبینیم. میدونی کی مشکلمون حل میشه؟ اونجایی که میبریم، اونجایی که میبریم تموم میشه، هیچ امیدی نداریم، داد میزنیم یا یه خدای از ته دل میگیم. خب خدا کارشو به واسطه اول لا ان یجری الامور بغیر اسبابها، به واسطه یه اسبابی انجام میده، یکی از این اسباب شهیده. قرآن به ما میگه، میفرما چهار گروه هستن که اینا
همونایی هم که شما بارها تو نمازتون گفته اهدنا الصراط المستقیم، تنها به غیر از صلوات تنها دعای واجب کره زمین همینه دیگه، بقیه دعاها واجب نیستن مستحبن. این چرا واجبه؟ چون تو نماز اومده. یعنی اصلا تنها چیزی که باید بخوای همینه، اهدنا الصراط المستقیم. بعد میگه اینا صراط کیه؟ صراط الذین انعمت علیهم، صراطی که سگی بهشون نعمت دادی. به کیا نعمت دادی؟ آیه دیگه اینو میگه، ببین سوره نساء 69 هوش اشتباه نکنم، میگه من النبیین، خب پیغمبر که نیست، شهدا، صدیقین، نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین. شهید تو این رده است. ما تو مکتبمون در کلام شیعی ما چیزی تحت عنوان شانس نداریم. شانس یکی از اسمای خداست. یعنی چی شانسی؟ برگ به اذن خدا از درخت نمیفته. اما تسقط من ورقه الا یعلمها، برگ به اذن دانه ریگی تو بیابون این ور اون ور نمیشه به اذن خدا. بعد خدا اراده کنه یهویی یک جوانی رو که تا دیروز هیچ کس نمیشناختش، یک بار کل ایران رو نگاه بکنی، عکس و پرچمش بره بالا. خدا اینطور انتخاب میکنه. این آدمای مخلصی بودن. هم شهید حجازی هم همینطور. من برام سوال بود آخه چطور این همه آدم سر بریدن تو سوریه؟ چم آدم چرا این شهید حجازی اینجوری شد؟ برام سوال بود. من نجف آباد رفتم اونجا، پرسجود، دوستاش، رفیقاش، هر کسی که بدام کردیم، دیدم یه ویژگی داشته این آدم. خیلی بچه مخلصی بوده. از نجف آباد میرفته اصفهان، هیئت که تموم میشده وای میسته، هیئت تموم همه که رفتن هیچکی نمیده وای میسته آشغالا رو جمع میکرد. نایلونایی که مردم کفششون رو گشته بودن انداختن بیرون، نایلونا تو خیابون میشه جمع میکرد. تموم که میکرد تمیز میکرد، سوار ماشینش میشد میرفته نجف آباد. از رفیقای پاسدارش هم بپرسی بگی مثلا خیلی ویژه بود، خیلی خاص بود، که من آدم معمولی بود. چرا سن آدم‌ها دنبال این کارا نیستن، ادعا نیستن خودشون رو نشون بدن؟ دنبال شومن بازی که نیستن که. اون میگه خدا ببینه. و خدا هم سنت الهی است، کسایی که اینجوری میخوان خودشون رو قایم کنن و جهانی میکنه. کدوم ما شهید احمدی روشن میشناختیم؟ این بچه مخلص بود. یکی از همین آقایون انرژی اتمی باش لج کرده بود، اذیتش میکرد. یه روز رفته بود سر کار، دیده بود صندلی پشت میزش رو برداشتن. پشت صندلی میکنه، گفتن رفتن مهتابی باز کنن، گذاشتن زیر پاشون مهتابی باز کنن، اذیتش میکردن که جمع کنه بره. فرداش رفته بود دیده میزش هم برداشتن. میزم کو؟ گفته دو نفری رفته دادن مهتابی باز بکنن. میشسته لبه شوفاژ کنار پنجره کارشو انجام میداد، سنگر خالی نمیکن. بعد یه روز برگشته به یکی از همین آقایان بابت شستشوی ماشینش تذکر داده که آقا با آب اینجا ماشینتو نشور. او بنده خدا ظاهرا کینه میکنه، به خاطر اینکه حال اینو بگیره کار مملکت رو عقب میزه. ما آدمای از این جنس زیاد داریم، ما لجبازایی که فقط میخوان حال تو رو بگیرن، گویا به خاطر یه دستمال قیصریه رو آتیش میزنن. ما کم نداریم تو مسئولینمون به خاطر اینکه حال یه مسئول دیگه رو بگیرن کار مردم رو زمین میزنن. به خاطر اینکه آدم مد نظر خودشون رأی نیاورده بیچاره میکنه مردم یه شهر رو. به وفور میشناسم من، تا فردا میتونم قصه براتون تعریف کنم. ای عرض الله باشه که مملکت ما رو گرفتن، که یه تار موی این بچه‌هایی که اینجوری میرن پرپر میشن و کرور کرور این آدم ها نباید عوض کرد. هر روزم جلو تلویزیون و مصاحبه و نمیدونم چه و چه و چه میره عوارضی که کاشون وای میسته که اینو پیداش کنه. این دژبانای ارتش هستن دم عوارضی وای میستن، سرباز فراری میگیرن، وای میسته تا ماشین اینو پیدا بشه. ماشینش که میخواسته بره میره جلوش میکنه، میگه من از تو عذرخواهی میکنم. کار رو زمین بود. حالا من شما باشین به ما چه گروه پدرشون مگه چیه؟ کاسه دختر از آشم مگه چقدر بهم حقوق میدن؟ میرونو چیکار میکنم؟ خب همینه دیگه. حالا من میگم چرا اون شهید میشه ما نمیشیم؟ بابا این چی کارا کرده؟ اونجایی که غرورشو لله شکست، لله. من برادران عزیز اهل سنت ما میگن میشه اسدالله الغالب باشی؟
ذوالفقارت معروف بشه جلوی چش زنتو بزنم؟ میگم میدونی چرا؟ چون خودتو با امیرالمومنین مقایسه میکنی. بله تو به خاطر اسلام از زنت نمیگذری، تو به خاطر اسلام از بچت نمیگذری، خودتو با علی مقایسه نکن. مشکل اینجاست که تو با استاندارد خودتو کالیبر خودت داری میسنجی. نه عزیزم این نیست. لله باشه خود امیرالمومنین میفرماد اگر من با همین شمشیرم الا و همین میگه به سیف خودم شما الله خیشوم هازا بزنم به صورت مؤمن، با شمشیرم تو صورتش بزنم، از من ناراحت نمیشه چون میدونه لله زدم. اما طرف میمد میگفت با علی مشکلت چیه؟ گفت پسر عمومو توی بدر کشته. خاله پسر عمو کی بوده؟ مشرک بود دیگه، کافر بود، مشرک بود. خب اگه علی نمیکشته چی شد؟ پیغمبر رو میکشت. اون میخواست پیغمبر رو بکشه، امیرم رفت پیغمبر دفاع کرد. نه نه پسر عموی منو کشت، ما با علی مشکل داریم. احقادم بدریتن و خیبریتن و هنینیه، ولی این مکتب امیرالمومنین پا منبری های علی هن. این که شما میبینید عالم بزرگی بهش میگفتن بزرگ سخنوران مثلی. من توییتشو زدم، نه توییتشو دیدم ببخشید، چند وقت پیش یه جا جالب بود دیدم یه توییت زده آورده صوتشو گفت فقط فلسطین و فقط جوانانی مانند علی میتوانن آزاد کنن. چرا؟ چون میگه اخلاص میخواد این کار، نواسه جلو دوربین، نواسه دیده شدن. تا روزی که به شهادت داری فکر میکنی اما کنارش داری به این فکر میکنی اگه شهید بشم یه خیابون به نامم میکنن و او عجب تشییع جنازه میشه، شیویدم نمیشه. طرف شنیده بود من اصبح لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبی الی لسانه، اگر کسی 40 شب تا صبح لله شب زنده داری کنه این چشمه های حکمت از قلبش به زبانش جاری میشه. بعد رفت 40 شب همین کارو کرد، هیچ کوفتی نشد. خوابی دید، حالا حاطفی از آسمان چی بود بشود؟ خب عزیز من تو لله نبود، تو برای این که چشمای حکمت به قلب جاری به زبان جاری بشه این کارو کردی. من اسبح لله 40 سبحان لله. چرا این اتفاق بر ما نمیفته؟ چرا ما انتخاب نمیشیم؟ ما اخلاص نداریم، ما دنبال اینیم آرممون این گوشه بزنن و اسممون اون گوشه باشه. و بگو خدا قسم از همین سخنرانی ها و ما سخنران ها و منبری ها شروع کن بگی برو الله ماشاءالله، تعارف نداریم. من از همه بدتر، به چند نفرمون بگن 10 نفر یه جا جمع شدم بیا بریم سخنرانی حاضری بیای. 10 نفر خجالت نمی کشید برای 10 نفر؟ از من جمع کن ابا عبدالله برای یک نفر تو مسیر سخنرانی کرد، از حسین بالاتری؟ صبح جای عرض میکردم بود و نبود ظهر چه فرقی برای سپاه امام حسین داشت؟ حالا مثلا 70 نفر بشن 69 نفر، 100 نفر بشن 99 نفر، به کجا برمیخوره؟ خود ابو عبدالله که شب عاشورا همه میگه برید، که اینا فقط با من کار دارن. حالا خود حجت تمام کنه، شهید حجت تمام کنه. منو به مادر شهید عرض کردم، گفتم من یه چیزی به تو میگم، نمیخوام بازآفرینی کنم یه سری خاطراتو برای شما بینی بین الله، با یک سال فاصله باور کنید با یک سال فاصله بودم خدمت شما رسیدم که بعد از یک سال بتونم این حرفو بهتون بزنم. اون موقع نمیتونستم ببینم. اونم چی؟ اون که خوشا به حال قلب شما که یه روزه هایی رو شما درک کردی که ما 100 سال نمیفهمیم چی، تو با گوشت و پوست و استخون فهمیدی هر کی با هر چی رسید زد یعنی چی. در اسلام داریم، ببخشید من اینطور میگم، مجبوریم دور از شأن شهید بزرگوار مصطفی به طریق اولا، به طریق اولا هزار مرتبه ابا عبدالله، اما تو احکام ما اینه میگه حیوانو به مرگ صبر نکشید. این عربای چاله‌ای درست میکردن که زورشون نمیسه، مثلا میخواستن یه شیر یا گیر بندازن، میناختنش توی گودالی، بعد میامدن از دور شروع میکنن بهش سنگ زدن که خودش از حال بره.
بعد میرفتن جرئت نمیکردن نزدیک بشن دیگه. یا این قتل صبر، میگفت آقا با حیوان اینجوری تا نکنید. پدر شهید احمدی روشن میگفت این اواخر هم من فهمیده بودم هم مادرش، حس میکردیم این بچه میخواد یه چیزیش بشه. نه مادرش جرأت کرده بود به من بگه، نه من جرأت کرده بودم به مادرش بگم. اما خب شهید احمدی روشن قد بلند بود، گفت اما وقتی این لباسه انرژی اتمی تنش میکرد میخواست بره اینجوری میشستم نگاش میکردم جلو چشم راه میرفت، گفت روزه علی اکبر تو ذهنم میومد و هیچی نمیگفتم من که گفتم آجا از این به بعد تو میفهمی روزه علی اکبر یعنی چی. تو پسرت برات عزیز بود نه؟ پدری دیگه. حالا فکر کن رابطه پدر و پسری فقط نبود، اشبه و ناز خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله به میدان فرست. امثال آرمان علی وردی برای اینن که برادر من، خواهر بزرگوار من، برای اینن که به من و شما یادآور بشن که هنوز هم این مسیر و این در باز است. امثال محسن حججی ها با اون تصویر عجیب غریب از اون داعشی که مثل شمر کنارش وایستاده، خنجر تو دستشه، چادرایی که اون پشت سر داره آتیش گرفته، اینگاه خیمگاه عبدالله، این رگ گردنی که تورم کرده. همون موقع من یه نامه خطاب به شهید نمیشتم، وقتی عکسش اومد بیرون گفتم آخه مؤمن چرا همه چیز تو آدم یاد ابا عبدالله میندازه تمام این آقا اینا قصه نبود، فکر نکنید اینا مبالغه شیعه بود. داعش پیش اومد تا حجت تمام بشه بگه سر میبرن، داعش پیش اومد تا بگه ببین اسیر میگیرن میبرن. یک مسئله ای رو آرمان برای من حل کرد. اون پارسال عرض کردم دو سه جا سخنرانی داشتم، این مسئله ای رو ایشون برای من حل کرد که بسیار مهم بود. گفتن چی؟ گفتم که آقا مراقب باشید، من تازه فهمیدم یه بخش عمده ای از کسایی که تو سپاه یزید و عمر سعد وایستادن جلو ابا عبدالله جاهل بودن. یه عده این کاره بودن تو قصه آرمان، هم یه عده این کاره بودن. همون شب اکباتان اسم رمز داشته، اکباتان آبادی، ازش اسم رمز میپرسن تا میبینن بلد نیست شک میکنن دنبالش میفتن. خودشون یعنی گروه های کاملا دوره دیده بودن، برای خودشون اسم رمز رو نمیدونم این چیزا اسم شب گذاشته بودن اینا. یه عده اون، اما اینا میندازن جلو کارو، بقیه دیگه از جهل استفاده میکنه. این بدتن، یعنی سیاهی لشکر اینا جاهلان. من اونجا در ماجرای آرمان فهمیدم که آدم ها ریز ریز میتونن خیلی خطرناک و قسی القلب بشن و دلشون نلرزه. این خطوات شیطان، این گام هایی که شیطان برامون میذاره، قدم قدم میریم جلو به این مرحله برسی هیچی دیگه نفهمی، سرم میبری، به هیچی رحم نمی کن. میبینی چرا روزه ابا عبدالله اینجوری گناه میشوره؟ میبینی جایزه ها چیه خودت روزه ابا عبدالله گذاشته؟ برای اینکه همیشه ما رو با استانداردها مطابق نگه داره، برای اینکه یه روزی به خودم بسنجم بگم چرا من پارسال به این روزه راحت اشک میریختم، چرا الان گریه نمی کنم، دارم تغییر میکنم، نشانهای بیماری قلبی و روحی رو در خودم تشخیص بدم. بدترین چیز جهل است. در زیارت اربعین میخونید از زبان امام صادق علیه السلام خطاب به ابا عبدالله، برای ابا عبدالله، که خدایا ای جد ما امام حسین بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک چی من الجهاله و حیرت الضلاله. عرب برای هر چیزی چندین اسم داره. اینا صبح برن از چشم آب بیارن یه فعل استفاده میکنن، شب برن از چشم آب بیارن یه فعل استفاده. حالات مختلف یک چیز رو اسامی مختلف داره. خون ما میگیم خون یه اسم داره، اما تو عربی دم، سار، مهجه،
همینو فرق داره. سار اون خونیه که ریخته شده و هنوز خونخواهش پیدا نشده. همین سار الله. دم اون خونی که تو رگه. مهجه چیه؟ قلب گوسفند رو شکافتید؟ همیشه یه لخته توشه؟ با آخرین خونی که توی قلب میمونه و معمولا لخته میشه چون نمیتونه خارج شه. بهم میگن مهجه. میدونی چی میگه؟ میگه جدمون حسین اون آخرین قطره ته قلبش هم داد برات. لیستن غزه عبادک. برای اینکه بنده های تو رو من الجهاله از جهل و حیرت الضلاله و حیرت و حیرانی گمراهی و زلالت. یعنی سر و ته بحث چطور به هم رسید؟ اهدنا الصراط المستقیم. ما تو زلالت گیر نکنیم، ما تو جهالت گیر نکنیم. آخر این آیه که وقتی اون چهار گروه معرفی میکنه آخرش میفرماید حسن اولئک رفیقا. عجب رفیقایی یعنی اینا، نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. یعنی اینا رو رفیق بگیرید با خودتون، با اینا دم خور باشید، با اینا حرف بزنید، باور داشته باشید. من هر بار یه یادوار شهدایی دعوت هم میکنم به اون سخنران، گل از گلم میشکفه. میگم من میشه شهید سخنانش خوش دعوت نکرده باشه، مدداش خوش دعوت نکرده باشه، اون کسی که میخواد بشینه پا منبری خودش دعوت نکرده باشه، برای تک تکتون دعوت نامه فرستاده، یه کاری براتون پیش میمد نمیتونستید بیاید. اراده میکنه میگه میخوام فلانی تو مجلسم باشه، هم مسجدیاشو دعوت کرده، میگه ما با اینا سلام علیک داشتیم. ما امید پیدا میکنیم. این استانداردها رو فراموش نکن برادر من، این قالب ها رو فراموش نکن، همیشه خودمون رو به روز به اون استانداردها نگه داریم. روزه ابا عبدالله پس برای این است، یکی از دلایلش اینه که ما رو استاندارد نگه می‌داره. میهنو آدمی می‌بینیش می‌ریزی، همین دلت پاکه، برای همین یه قطرش میشوره میبره همه چیو. منطقیه. تنظیمات کارخونه است، دیدین گوشی موبایل خراب میشه میگه بازگشت به تنظیمات کارخونه، پاک پاک میشه. یه منطق پشت اینه. من و شما تا موقعی که مسیر رو درست تشخیص ندیم، صدی هم درست رانندگی کنیم، رانندگی درست و قانونی ما هیچ فایده ای ندارد. ما قرار بود بریم به سمت شمال، داریم به سمت جنوب میریم، حالا خوب آقا بالای صد رانندگی نمی کنیم، کارون بستیم، هیچی نمی خوریم، با هیچ که حرف نمی زنیم، جفت دستمون 10 دقیقه روی فرمون. میگه این رانندگی خوب داره تو رو از مقصد بهتر دور میکنه. گرفتی شو؟ رانندگی خوبه. ای کاش بد رانندگی کرده بوده افسر جلو تو میگرفت. کم نداریم نمازهایی که خونده میشه اما بی ولایت آقاست. رانندگی رو به شماله. و نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو به منکر علی بگو نماز خود قضا کنم. فراموش نکن برادر من اون موقعی که دوله گودال خیلی شلوغ شد، خب اینا خیلی اومدن، یه عده برای پاداش اومدن، برای غنیمت اومدن، میدونید اینا جماعت بدبخت بیچاره جاهلی رو امراه کردن. به ابن زیاد گفتن ما چی به اون میده؟ گفت هیچ بدون، برو همونجا غنیمت گیر بیار، خودت میدونی. بنزین ماشینشون رو فکر کن داد تا اونجا، جوی اسبشون از کوفه تا کربلا، همین جوی اسبشون رو داد، گفت بقیهش با خودت. برای همین اینا وقتی ریختن سر ابا عبدالله با هم مسابقه میدادن. اون کسی که انگشتر رو در نمیاره چون میترسه یکی دیگه انگشتر رو در بیاره، میخواست سریع یه کاری رو انجام بده. بعد میگه یه سری پیرمرد باشته بودن اون پشت، گذاشتن کار تمام شد، گودال خلوت شد، اومدن با اساشون اینجوری میزدن به پیکر مطهر، میگفتن خدای شاهد باش ما هم تو این کار سهیم بودیم، لکه یا الله برا تو، یا تقربون بالله. یه اینا تقرب میجستن به خدا با اسا زدن. این چه نمازی بوده؟ این چه نمازی بوده؟ این از این یک حیوان ساخته. اون چه نماز قرآنی که از داعشی جانوری میسازه که اینجوری قتل عام انجام بده؟ میبینید امروز صحنه‌هایی که در
فلسطین اشغالی صهیونیستا دارن رقم میزنن که چیکار دارن انجام میدن. بعد میدونی چرا ما ایرانی ها بیشتر آتیش گرفتیم، لبنانی ها بیشتر آتیش گرفتن، عراقی ها بیشتر آتیش گرفتن؟ چرا؟ بچه مشترک ما چیه؟ ما با پامنور ابا عبدالله بزرگ شدیم. ما احساس میفهمیم. کجای دنیا شما پیدا میکنی مردای 50 60 ساله برن سر قبر دختر 3 ساله زار بزنن، اشک بریزن؟ کجا پیدا میکنید؟ یعنی احساس. کجا پیدا میکنید مردای 70 80 ساله 90 ساله اشک بریزن بر بچه 6 ماهه؟ این اخلاق، این مسیر، اینه مسیر درسته. حالا تو این مسیر خطا هم کرد، یعنی چی؟ درست فهمید و به سمت جنوب باید میرفت، حالا دوتا خلاف رانندگی هم کرد، جریمش میکنن، اما درست داره میره. برای همین از به امام کاظم ظاهرن، حالا امام کاظم نباشن معصوم، امام میرسن گوه آقا بعضی از مهبان شما هستن مثلا خطاهایی ازشون سر میزنن و فلا اینا، حضرت فهمید حق ندارید بهشون فاسق بگید. اون مسیر درست تشخیص داده اما دچار خطاه، خطاکاره، خلافکار نیست. یادش رفته کمربند ببنده. بله درستش اینه، هم مسیر رو درست تشخیص دادیم، هم هم قواعد و احکام و یعنی قوانین رو نمیگذارم، یعنی شکی نیست، همین رو متوجه باشیم. امثال آرمان ها علم هم اومدن حجت هم میکنه برمانش که یه جوان 21-22 ساله یوی میاد با سرعت موشک کنارمون رد میشه، بعد من و شما برمیگرد نگاه میکنیم، من 40 ساله توی 50 ساله 60 ساله 70 ساله میگیم اه من همین الان اسرائیل بیاد بالا سرم چی دارم پس بدم؟ شنیدی در مورد شهیدین محضر رهبر انقلاب بارها خاطر گفت؟ آقای امیر عباسی مدح میگفت وقتی من داشتم میذاشتم آرمان تو قبل، میگفت مادرش خیلی بیتابه میکرد. خب یعنی خانواده هنوز نمیتونه اینا دعوتشون میکنن یه جا بعضی از اون تیکای فیلم و تو کلیپ هایی که قبل سخنرانی ها و مراسم پخش میکنن اونجاها دیدن ها، نمیتونن کلیپ ها رو نگاه کنن، نمیتونن، سخت. آقای بچه رو بد زده بودن، بودم مادرش بیتابه میکنه، میگفت من یه سر زبان افتاد، بودم مادر نه ترس نگران نباش، این الان تو بغل امام حسین. یه شب بعد دو شب بعد چه خاله شهید هم خواب میبینه که ابو عبدالله اون طرف رو به آغوش کشیده، درست آی تو بغل من بود اون لحظه. بعد من برگردم با خودم میگم عمرم گذشت، الان اگه پاهم رو به قبله بکنن یا با عبدالله میه بالا سر من مایستی بگی حساب شد آقایشون با من. تمام این عشق ها عشق های حسرت، عشق های قشنگیه. یعنی چی؟ یعنی خدای ما اونو دوست داریم، استاندارد اونه، ما قبول داریم استاندارد اونه. میشه دست ما رو هم بگیری؟ الله اکبر. یا میاد تو نجف آباد یه شهید اونجوری میزنه، از این محل غرب تهران یا یه شهید اینجوری میاد، اصلا فکرشو نمیکن، کسی که تا دیروز نمیشناختش. و اما نقطه مقابلی دارد، خدا هر جایی حجت رو تمام میکنه عذابش هم عذاب سختی ها. این حواریون حضرت عیسی قضا خواستن، خدا گفت از آسمان براتون قضا میفرستم، اما بدونید بعد از این اگه دست از پا خطا کردید، عهد شکستید، جوری عذابتون. این یکی خطرناکترین آیات قرآنه، چهار ستون بدن آدم میلرزه، میگه جوری شما رو عذاب میکنم که احد و ناسی رو اینجوری عذاب نکردم. الله اکبر. احدی رو اینجوری عذاب نکردم. برای چی؟ میگه تو حجت تام شد از آسمون، کی قضا از آسمون میاد؟ شهید همانقدر که نور است، مایه هدایت است، مثل مسیر راه، درست آدمایی رو فرا میخونه به درونش، اما گارد ریل داره،
بیرونش هم دیگه خطرناک دره است. همونجا که حجت تمام میکنه میگه پاشو بیا، میگه نرو. شما قصه کربلا رو ببینید، بچه 6 ماه داره تا 90 ساله، زن داره، مرد غیر مسلمان تازه مسلمان شده، مستبصر داره، آدمی که از صحابه پیغمبر بوده داره، برادر تو این سپاه، برادر تو اون سپاه، پدر تو این سپاه، پسر تو این سپاه، خیلی حرف. شمشیر میکشه جلو برادر خودش، برادرش سپاه امام حسین بود، اون تو سپاه عمر سعد بود. خطاب قرار داد ابو عبدالله، گفت الکذاب ابن الکذاب ابو عبدالله، این داداش این وقت توی رکاب امام حسین، این کی داره به امام حسین میگه دروغگو، فرزند دروغگو. نه حجت تمام میکنه. هرچه پدیده نور بیشتری داشته باشد سایه بزرگتری هم تولید میکنن اگر جلوش بیستید. شما هر بار هر جایی به منشأ نور نزدیکتر بشید سایه‌تون بزرگتر میشه. ها؟ به لامپ هرچی نزدیکتر بشید سایه‌ت بزرگتر میشه. برای همین هر کسی در صدر اسلام همزمان با 5 تن آل عبا زندگی کرد، یا سلمان شد بهره برد از 5 تن از 5 نور خدا، یا آدمای شد که دیگه اسم نبریم دیگه. ایستادن ظلمت، ظلمتی ساختن به اندازه 1400 سال که هنوزم آدمای دارن گناه میکنن، منحرف میشن، در زلالت میمیرند، مقصرون. سوره کهف رو میخونی میگه میخوای بهتون خبر بدم بدبخترین آدم ها کیان؟ بله اخسرین اعمال ها، از اینا خسران زده تر وجود نداره. کیان خدای؟ میگه اونایی که فکر میکنن کار خوبی دارن میکنن. داعشه میاد سر میباره فکر میکنه داره کار خوب میکنه، و الان میرم پیش پیامبر. اون کسی که عملیات انتحاری انجام میده، اونی که به شاه چراغ حمله میکنه، میدونه میگیرن میکشنش، میدونه تای ماجرا مرگه. ببین چقدر بد، چقدر خوب داره یه کار بدی رو انجام میده، تر و تمیز داره یه کار بد انجام میده، چقدر خوب داره رانندگی میکنه تو مسیر اشتباه. نقل میکنن در مورد یکی از عرفان ابو سعید ابوالخیر بوده، کی بود حالا حضور ذهن ندارم، مهمم نیست، مطلب مهمه. یه نفر رو دار زده بودن، فسق و فجوری انجام داده بود، میگفت این پاش همچی چی شد، دمپایش پاش گیر کرده بود، اومد خم شد پایینو بوسید، گفتن چیکار میکنی؟ یا شیخ فاسق بود، فاجر بود، فاسد بود. گفت تو این مسیر اومدی انقدر بالا رفتی، اگه تو مسیر درست میرفتی تا کجا میگنی؟ بالاخره دزدی کردن شجاعت میخواد. بعضی اصلا دزدی نمی کنن چون نه که بدشون بیاد، میترسن، ارزه دزدی ندارن. میگه ارزه شو داشتی، حیف، حیف این تکفیری ها باید امروز با صهیونیست ها میجنگیدن. یک گلوله سمت اسرائیل داله نشلیک نکن. چه توانی از جهان اسلام گرفته شد، اسم جهاد رو به کثافت اینا کشیدن. بزنیم تو بگی جهاد دیگه، بعد تو چه مسیری؟ خودشون رو فدا کردن اما برای شیطان. به خدا از هر من الشمس، اون بابایی که قرآن آتیش داده تو سوئد، کجاه سوئد ها؟ دور تا دورش محافظ میذارن، عکس حاج قاسم هم آتیش داده، عکس رهبری هم آتیش داده، جزء سوابقشه. پرچم اسرائیل هم با افتخار برده بالا. که آدم نگاه کنه میفهمه دیگه. بخاله یک جایی شما نمیتونه حق و باطل رو تشخیص بدی، گیر کردی، نگاه کن جبهه حق رو تشخیص بده. ببین دشمن کجا داره آتیش میزنه. این رزمنده های ما میگن ما زمان جنگ میخواستیم بفهمیم جبهه خودی کجاست، میدیم ببینیم بعثی ها کجا آتیش میریزن، و گیج میشدیم نمیفهمیم کدوم بری به برگه، میفتیم ببینیم کجا آتیش میزنه. خب این بر خودی ها دیگه. باید آدم کور باشه کسی بر پیامبر کاریکاتور داره میکشه، توهین میکنه، صنعت کثافت و هرزگی و پرن تو دنیا داره گسترش میده. صهیونیسم جهانی امروز بزرگترین دشمنش کیست؟ انقلاب اسلام. ما چرا همین از خودت نمیپرسی؟ به این خونه این بچه‌ها تو غزه ریخته میشه، اینا رو به من تو بفهمونه. بگی میبینی ول کن دینو، آدمی یا نه، نگاه کن داره چیکار میکنه.
دو سه چهار تا میتونه بکنه دیگه. میگه گیر کردی یه جایی. بله اگه دل بدی به این رسانه ها بیچارت میکنن. مگه صدر اسلام نبوده؟ از مولود کعبه، اون کعبه به خودش یک نفر تا الان دیده که در درونش به دنیا خدا حضرت عیسی میخواست به دنیا بیاد، به مریم گفت برو بیرون اینجا زایشگاه نیست. بیت المقدس برو بیرون اینجا زایشگاه نیست. به فاطمه بنت اسد میگه بیا تو. نه از در، میتونست در دوش کعبه. نه میخواست به همه فردا نگن. میخواست فردا کسی نگه. این در باز بود، خودش رفت تو. بی هوا هم رفت، کسی هم نبود. اللهم صل على محمد وعلى محمد. گفت دیوار شکافته بشه. تو این مراسم حج من ردیف اول افتاده بودم. اینا خیلی آدمای عجیبی ان، این سعودی ها وهابی خیلی عجیبن. یه گوشه بین دو تا رکن و از رکن یمانی تا رکن حجرالاسود و نمیذارن کسی نماز بخونه موقع نماز. یعنی این اگه کعبه باشه بلا تشبیه، اینجا همجوری صف تشکیل شد، صف تشکیل، یه تیکر نمیذارن، نخ میکشن. امام جماعتشون زیر سایه، اونجا کسی جلوش نیست، اون میخواد نماز بخونه. یعنی کسی که ردیف های جلوترن چیان از امام جماعت چیان جلوترن. خب بعد کنار من یکی از همین افغانستانی افتاده بود، برادر اهل سنت افغانستانی بود، نه ایرانی بود، همون افغانستان اومد، طرفدار شیشتونگ و آنچنانی طالبان هم بود. بعد بهش گفتم سعادتی داشتی اینجا افتادی یا ردیف اول روبروی ترک این خونه. گفت مگه چی این؟ دفعه سوم چهارمش بود. گفتم اینجا جایی که. گفت کی گفته؟ خدا بیامرزه پدر هر کسی که اینترنت درست کرد. من تو اینترنت براش مستدرک حاکم نیشابوری جلد 3 آوردم، حدیثش روش نشوندم، کتاب خودشون. مستدرک حاکم یعنی کتابی که مولا درزش مثلا نمیره ها. نگاه کرد، بالا پایین کرد، سایتای کتابای خودشونو از سایتای خودشونه. یهو از زیر گریه. گفت خدا من توفیق داده، خدا خواسته من اینجا نماز بخونم. پرانتز بسته. خدا به مریم میگه برو بیرون، به امیرالمومنین میگه بیا تو. بعد کجا شهید شده این آقا؟ تو خانه کعبه به دنیا آمده، تو محراب زدنش. تو محراب هست. میرفتی شام گفتن علی رو ترور کردن، گفتن کجا تو مسجد؟ ما چیکار داشته تو مسجد؟ همین چه شد؟ کو چیکار داشته؟ وسیله داشته تو مسجد، داشته رد میشده؟ رسانه این کارو بات میکنه ها. برای همین خدا بهت عقل داده، میگه یک جای برگرد نگاه کن ببین کدام جبهه، کدام آدما با چه ویژگی هایی چه حرفی دارن میزنن. اون آدم آدم سالمیه، اون آدم صادقیه، چون اون هرچی دزد و پدر سوخته است فرار کرده. من میگه بلند شو رفتن کانادا و نمیدونم چی، اون خاوری و نمیدونم کی و کی و اینا، یه طرف ماجرا. اینا رو هم نمیبینی؟ کانادا دلش برای مردم ما سوخته، خب یارو پول دزدیده برده دیگه، پسش بده ها؟ نه، اون از خداش اونو اونجا نگه داشته که این پالسو بفرسته بگه آ پول بدازید پاشی بیارید اینجا سرمایه گذاری کنید. میبینی همجنس بازا، تکفیریا، تجزیه طلبا، یعنی یه دستی دور هم جمع شدن که اصلا خندت میگیره نگاه میکنی که اینا هزار سال دور هم جمع نمیشدن. هزار سال بابا سازمان مجاهدین با سلطنت طلبا باید کارد و پنیر با هم باشن. چرا؟ چون قبل انقلاب هر چی از اینا اعدام کرده، کی اعدام کرده؟ شاه. اینا رفتن با هم توی جبهه. الله اکبر. از عجایب جمهوری اسلامی. یه کارایی میکنه چیزای آشکار میشه که هیچ وقت تو تاریخ نمیتونی پیدا کنی. سلطنت طلبه طرفدار ایران بزرگ و نمیدونم چی و فلان و به ما، با کرد تجزیه طلب و بلوچ تجزیه طلب و ترک تجزیه طلب و عرب تجزیه طلب رفته توی تیم. چه تو ممکن همچین چیزی؟ یه بلش کن. این از هر اومن شمس شما نگاه کنیم طرف کی بایست دارید. جبه عبا عبدالله نگاه کن، این طرف اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسول، این طرف امام حسین نوه پیغمبر،
اون طرف حضرت عباس خوش می همه حضرت علی اکبر به مهمونداری معروف بود. شب یه آتش روی خونه شبا روشن میکرد که اگه غریب اومده می‌خواستم بگم آقا جایی هست اینجا شب بخوام یه نون و لقمه نونی، گفتم آتش رو ببین برو به سمت اونجا. این طرف همه اینن، اون طرف چیه؟ اون یارو که اصلا باباش معلوم نیست کیه، اسم باباش رو نمی‌دونستم، اسم مادرش رو ابن مرجانم. ببینیم بچه کش اون طرف. ببین ابو عبدالله چی میفهمه؟ فهمات ببین شما آب بدید یا آب ندید بازم فرقی نمی کنید، رفتنی این بچه. تلزی تو زبان عربی اون ماهی که وقتی دیگه ماهی بیرون بمونه برش هم گردونی تو آب زنده نمونه، دوباره اینجا کج میشه میده آب، یه مدت شما باید میمیره. میگه دهن و باز بسته ما میگه آب بدید یا ندید فرقی نمی کنه. ابو عبدالله میخواد نجاتشون بده، بگه ببین نه کمکی کردن، خدای ببین من دستم باز باشه ببین. اما نه این کار نمیکنه، به بچه 6 ماه رحم نمیکنه، تیر سه شعبه میذاره. من ببخشید میدونم اینجا به خدا اینا روزه است، شما الحمدلله اهل گریه اید، منتها اگه این موقع اینا رو نگیم کی بگیم؟ تیر سه شعبه رو من دیدم تو همین سریال مختارم اشتباه کشید ترسیمش کرد. تیر سه شعبه اونجوری نیست، تیر عادی این فلزیست که سر تیر میزدن مثل بادومه، یعنی اینجوری تیزه، این تیزه فقط وقتی وارد جایی بشه وارد بدن بشه همونجوری هم در میاد. تیر سه شعبه مثلثه، اینجاش دوتا گیر داره، این راحت تو میبود چون گوشت میاد پشتشو پر میکنه دیگه بر نمیگرده گیر میکنه. یعنی طرف اون تیر سه شعبه رو برای قهرمانای جنگی میزنن که چرا؟ که تیر رو بیرون نتونن بکشن، خونریزی رو بند بیارن. تیر گرونه شونه. آقا گلوله میخوای بزنی، چه مرمی سر این گلوله باشه؟ متوجه شدید؟ به بچه 6 ماهه این تیر سه شعبه زدن. خب حجت تمامه یا نه؟ امروز تو نگاه نمی کنی اون کسی که تو اون تیمن تو اون جریان وایستادن به عزای امام حسین دارن گیر میدن، دنبال بهانن، همه شون هم خالی بندی یه ننه یه عمه یه کسی دارن که تو آمبولانس تو دور پشت هیئت مرده، هی میان آه میبینم کی توی آمبولانس هم. خب این عمه شما توی آمبولانس ها پشت در این شلوغی ها اختشه شد نمیمرد؟ عمه ملت فقط اونجا میمیرن؟ یه مراسم مذهبی انجام میشه یه چهار تا کاغذی آشغالی رو زمین باشه بیچاره میکنم بیا ببینید آشغال ریختن. مسابقات فوتبال من مشکل ندارم با شادی مردم ها، رو اشتباه فکر نکنید، پارادوکس اینا رو میگم. ببینید مسابقات فوتبال برگزار میشه او یه شهر این آشغال میگیره، صدا یکیشون در نمیاد. پول ببری کربلا خارج کردن ارز از کشوره، پول ببری آنتالیا خارج کردن ارز از کشور نیست. ببین من نمی‌خوام میگم جفتش خارج کردن ارز از کشور دیگه باش جفتشه، چرا اینجا لال میشی اون وسط در میاد؟ تو معلومه دروغگویی، تو اصلا مشکل با امام حسینه، روت نمیشه، روت نمیشه دنبال حواشی این مسئله یه چیزی پیدا کنیم وسط. صد بار دیگه من دارم میگم شایع کردن در غزه که فلسطینیان 48 تا بچه سر بودن، یه خبرنگار توییت زد بعدش هم گفت من همینجوری گفته بودم، پخش شد وقتی کل دنیا رو گرفت. اینا داد و دیدید گفتیم اینا داعشیان، دیدید فلسطینیان داعشن، تمام گفت آقا خب تموم شد که دروغ بود. خب بس بچه کشی بده دیگه، باشه اوکی قبول. الان چرا لالی؟ الان چرا صدا در نمیاد؟ نه میدونید چیه، اینا برای چی بچه هاشون رو نگه میدارن تو خونه که اینا موشک میزنن؟ بچه کجا ببره؟ بچه برده بیمارستان، بیمارستان هم زدید، نمیگم زدن، میگم زدید. تو اون خون شریکی، توی که راضی، توی که داری ماله میکشی برای اون کار، تو هم شریکی، زدید. ببین اون دنیا با همونا مشهور میشی یا نه، صف کن ببین. ما در مورد جنایتی که در مورد اهل بیت شده میگیم نه تنها خودشون، با اون کسی که رضیت، اونا که راضی بودن به اون کار، اونا هم تو همون تیمه. ما میگیم یا لیتنا کن نامعکم، ای کاش ما با تو بودیم یا ابا عبدالله. میگه خب الکی نگو، یه دوتا اثبات کن. چجوری اثبات کنم آقا جان؟ چجوری اثبات کنم؟ چجوری اثبات کنم که اگر میبودم من نمیرفتم سپاه عمر اسد، اینجا پات وای میستادم؟ امروزی اثبات کن چیکار کنم؟ ببین میگم ببین آقا
اونجا رو بهش میگن حرم شما، حرم امام حسین، حرم عزیزینم. ببین برای سنگ و چوب اون حرما خون دادیم، قبول داری دیگه؟ مدافع حرم به طریق اولا اگر چشمون تو چشم امام زمانمون بود ابا عبدالله و علم ناصر ینصرالی براش جان میدادیم. حالا دیگه منطقه دیگه، من بعد 1400 سال لبک تو رو دارم میشنوم، لبک دارم میگم، میگم ابد والله یا زهرا ما ننسا حسین، من والله فراموش نمیکنم. امثال این شهدا میان اینا رو اثبات میکنن، استاندارد یک جامعه رو بالا بردن، اینا استاندارد یک جامعه رو بالا بردن. به امیرالمومنین تعارف نداریم، برادران عزیز افغانستانی مستحضرن. تا قبل قصه فاطمیان مردم افغانستانی رو به چی میشناختن؟ دمی کارگران. استاندارد یک قومیت رو بالا بردن، یک کشور رو بالا بردن. یه نه همونایی که شهید دادن، اون که مبارزن، جهاد اینه، شهید اینه. دو ساعت چقدر من نمیدونم، بیشتر کمتر زیر چک و لغت و کتک باشی بر نگردی که بگی آقا این اولاد شماست این سید. بعد به طریق اولا اگر تو کسی که تو آقا ولی فقیه معصومه، خیر خود ولی فقیه همچین ادعایی نداره. وقتی تو رکاب ولی فقیه اینجوری وای میستی، به طریق اولا پاره تو رکاب ولی معصوم شمشیر میچرخوندی. حضرت عباس وقتی امان نامه برش آوردن گریه میکرد. تن چرا گریه میکنه حالا؟ گفت چی تو من دید جرأت کنه برای من امان نامه بیاره؟ من برای این ناراحت. این اما آدم چرا برای من اینو امان نامه آوردن؟ چجوری من رفتار کردم دشمن طمع کرده؟ چجوری من رفتار کردم؟ این میشه که شما بعد 1400 سال کنار، ببین کنار امام معصوم دیده بشی خیلی حرفه. همون تو حرم ابا عبدالله، حرم امیرانو، کلی امامزاده و اشخاص بزرگ دفنن که من و شما میریم زیارت میکنیم اصلا نمیشناسیم نمیدونیم. خیلی باید یل باشی حرم جلو حرم ابا عبدالله دیده شی. خیلی خیلی باید یل باشی توی زیارت نامت امام معصوم، زیارت نامت حضرت عباس معصوره، از امام معصوم امام صادق بگی که برو بگو وایسته جلوی این حرم بگو لعن الله من جهل حقک، لعنت بر هر کسی که توی عباسو نشناسه. الله اکبر. یعنی عباس شناسی فرض است. ببین استاندارد آدم ها رو حضرت عباس بالا کشید، بعضی استاندارد یک قومیتی دارن. شما اینجوری میبینید دشمن داره نگاه میکنه میگه با این ایرانی ها نمیشه جنگی. ما گفتیم نسل عوض بشه، ده هفتاد بیاد، ده هشتاد بیاد، کار تمومه. اینا ده هشتادی هاشون زیر چک و لغت و مشت و کفش و سنگ و چوب و کیف و وای میستن کوتاه نمیان. دشمن اینو میبینه. بعضی موقع یه جوان یک شهید باعث میشه یه جنگ عقب بیفته. اوباما وقتی بهش ایراد گرفتن جمهوری خواهی کنگره که چرا با ایرانی‌ها داری برجام پیش میبری مذاکره میکنی باید با اینا جنگید، گفت نه 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 شما ایرانی‌ها رو نمی‌شناسید، ما تحقیق کردیم. گفتن چرا؟ گفتن اینا یه جنگ 8 ساله‌ای داشتن، نشون میده تو میتونی شروع کننده جنگ باشی با اینا، پایان دهنده جنگ نیستی، ولت نمی‌کنن. ببینی یه شهید رفته جون داده 40 سال پیش، هنوز که هنوزه داره امنیت آفرینی میکنه. داعش میدید که موسل رو با 2500 نفر آدم گرفت. پیام داره دیگه، میگه شخم میزنم تا ته این مملکت رو میرم. اما این خون داریم یه وجب از خاک این مملکت نرفت، اینم پیام داره. راجب فلسطین عرض بکنم، ببینید یه نکات رو میخوام بگم، حالا تلویزیون شاید بهش نپرداز، البته یه برنامه خوبی شبکه افق گذاشته با افق فلسطین، کارشناسای مختلف و از جناح‌های سیاسی مختلف دارن دعوت میکنن، خیلی خوبه این برنامه خوبیه. خب بعد یعنی میدونم حالا من چون
یکی دو تا برنامه‌اش دیدم برنامه خوبیه، نمیدونم شاید اونجا گفته شده یا نه. این نکته رو خدمتتون عرض بکنم، یه طرحی رژیم صهیونیستی از 20 سال پیش دنبالش. اگر دقت بفرمایید دریای سرخ به دریای مدیترانه که میرسه اون بالا دو شاخه میشه، بین این دو تا شاخه رو میگن صحرای سینا، یکیش سمت مصر، یکم این شاخه به مرز اردن میرسه تا جنوب فلسطین اشغالی که شهر ایلات اسرائیله. خوب نهادش اون کانال این طرفی رو که الان باز کشتی‌ها میرن، ما ایرانی‌ها حفر کردیم 2500 سال پیش وقتی رفتیم مصر رو بگیریم، با کشتی رفتیم انتقال نیرو دادیم، معروف بوده به کانال داریوش، حالا میگن کانال سوئز. اینها این یکی رو دارن حفر میخوان بکنن، 10-15 میلیارد دلار هم پول امریکا براشون گذاشته کنار وام بده با 1% سود، 1%. این اگه حفر بکنن بهانه‌شون هم چیه؟ این کانال رفت و برگشتی بشه، یعنی کشتی از این یکی برن از اون یکی برگردن. این برای اسرائیل تولید قدرت میکنه، چون 14 تا نقطه خیلی مهم ما در کره زمین داریم، کلن 14 تا نقطه مهم داریم، از این 14 تا دو تاش دست ایرانه. ما 1% جمعیت دنیاییم، 1/100 طبعا با دست ما بود، اما 2/14 یا 1/7 دست ماست. یکی تنگی هرمز، یکم این جزایر سگانه، اینه شما میدین اماراتی میشینن پا میشن میگن جزایر سگانه. بر همین خلیج فارس عمقش کمه، متوسطش 40-45 متره، کشتی ها کفشون میگیره بخوان رفتن اقیانوس پیمان افکش ها. بین این سه تا جزیره عمق زیاد میشه، از اون طرف هم فاصله دریایی که حق برای هر کشوریه قشنگ همپوشانی پیدا میکنه، اونجا آبهای سرزمینی ماست، هر کی بره رد بشه اونجا باید از ما اجازه بگیره. متوجه شدید؟ بارها آمریکایی‌ها اومدن سرمایه گذاری‌های کلان کردن، آزمایش کردن که خلیج فارس و جنوبش رو زمینش رو بکنن گود زیر دریا رو ها که کشتی بتونه رد بشه. خلیج فارس شمالش صخره‌ایه سمت ما، جنوبش شنیه، اینا هر چی میکنن یه موج میزنه دوباره پر میشه. اینا داشتید. حالا دردآورش می چیه؟ از این 14 تا گفتم دو تاش دست ماست، 7 تاش دست مسلماناست. اینا به قایت این جماعت بی ارزن، بی ارزه، بی لیاقت، بی غیرت. خب یعنی فقط اون تنگه ها رو ببندن دنیا خاموش میشه. یه انصار الله که یه گروه جهادیه که دیگه لنگ دمپای دستشون میکنن، یه کلاشینکوف دستشون میگیرن و دامنا رو میذارن بالا میدونن تو بیابونا. الان آمریکا یکی از دلایلی که میترسه چه از انصار الله که میگه این بابلمندبو میبنده، یه دوشفرتو کشتی میزنیم، کشتی سعودی ها رو زدن دیگه، سالی زدن دیگه، بعد اون حسابکار دست همه اومد. حالا اسرائیلی ها میخوان اینو بکنن، گوت کنن، منتها اینو بکنن کجا رد میشه؟ وارد دریا مدیترانه میشه، از کنار نوار غزه. عدلی همونجا، حالا فکر کن اونجا 2 میلیون آدمن که اینا خودشون جزی از محور مقاومت میدونن، برخلاف خیلی از این کشورهای عربی که با دادن رفته. آقا خیلی ها یه ماه برق رود قطع کنن، آب رود قطع کنن، اینجوری بکوبن به این مردم بازم وایستادن و تعجب میکنه آدم، اینه بچه شون دستش گرفته تیکه تیکه میگه حسبی الله. عجیبه واقعا. اینا برای همینه میخوان اینجا رو تخلیه بکنن که اون کانال رو بکشن. بعد از این چی میشه؟ کل کشتی هایی که میخوان برن یا حالا مثلا رفت میشه و برگشت میشه دیگه نیازمند اسرائیل. یعنی مصری اگر انقدر شرفه مثلا ملیگرایی میداشتن باید جلو اسرائیل رو میستدن، چون این کار کانال سوئز رو کم اهمیت میکنه. من کانال سوئز دست مصری هست دیگه، کم اهمیت میکنه. بدونید پشت سر این قصه ها مسئله خیلی جدی تری هست. نتانیاهو در سازمان ملل امسال هر دفعه نقاشی این دستش میگیره دیگه. امسال خاورمیانه که دستش روش نوشت نیو میدل است، خاورمیانه جدید. الان چی میگه؟ میگه در ماجرای غزه مرزهای خاورمیانه تغییر خواهد کرد. دنبال اینا اینو تبدیل کنن به یه دومینوی برای چی؟ و اون خاورمیانه جدید که خاورمیانه است که در اون دیگه جای ایران وجود نداخواهد داشت. خاورمیانه که ما اسرائیلیا با عربا رفتیم بستیم و ایران توش جایگاهی نداره و شروع کرده بودن روند سازشو. اماراتیو که دیگه اصلا بوسه برای هم میفرستادن دیگه، اینجوری عکسای داداشی با هم میگرفتن و بغل بغل کن و نمیدونم ایش وضعی بود اصلا. عربستان وزیر اسرائیلی دعوت کرده بود اونجا
فیلماشو میدن داشتن آروم آروم حساسیت ها رو بین میبردن که این اتفاق عجیب افتاد که هیچ مسئول کشور عربی الان دیگه جرأت نمیکنه که چی؟ میدونی شهید ویژگیش نگاه کنید این خیلی مهمه. اینو من قبلا تو سخنرانی گفتم، حالا چهره ها اینجا جدیده، خب خیلی قول پامنبری ما نیستن تو این مر... میخوام اینو اینجا بگم فرق یزید با بقیه خلفا تو چی بود که امام حسین قیام کرد بقیه امام قیام نکردن؟ عرق میخورد مثلا متوکل عرق نمیخورد؟ علنی میخورد متوکل امام هادی رو دعوت کرده مشروب ریخته با امام هادی تعارف کرده در مجلس علنی. یزید میخواست کفر را سیستماتیک برگرداند، رسما میگفت بنی هاشم با وحی بازی کردن، حکومت بالا حکومت بودن، لعبت هاشم و بلمای بالا جا خبر اونجا اولا وحی نازل، نه وحی نازل شده نه چینا کشک ماسته و خودش در آورده، نمیخواست حکومت رو بگیره. یزید میخواست دوباره، ببین معاویه نفاق داشت، نماز میخوند در پشت پرده دیگه، ببین چی شده که داد مغیره در اومده، خیلی حرفه ها پسر مغیره تعریف میکنه، ابن بکار میگیر اینا بزرگان اهل سنت، میگه بابا اومدیم داره فوش میده، گفتم چیکو بابا این هیچ چالش نیست، گفتم چرا، گفت نشستیم سر سفره برگه، گفتم بابا حالا دیگه تو جنگ یه خورده مثلا کوتاه به جلو بنی هاشم، گفت نه من تا اذان از اون بالا نندازم ول نمیکنم. کی گفته ما اینا روزی 5 بار اسمش داره رو مزنه ها برده میشه، اسم بابای منو که نمیبرن، اسم او رو دارن میبرن پیامبر. این جرأت نمیکرد علنی باشه، یزید علنی این حرفو میزد. ابو عبدالله بلند شد یه خون را انداخت مثل بم ترکید، کار به یه جایی میزه، همون یزید تو مجلس خودش برای این که خطبه های امام سجاد قطع کنه میگه اذان بگید، اینجا شد عقب نشینی کرد. ابو عبدالله امنیتی برای تمام ائمه بعد از خودش فراهم کرد، بعد اون هیچ امامی رو علنی نکشتن. فرق اینه، و الا همان امام سجاد سال بعدش در زمان یزید هست، امام سجاد قیام نکرده، چون این یزید پارسال دیگه نیست، یزیدی که گفته غلط کردم من نبودم، ابن زیاد خودش سر خود این کارو کرده، همین یعنی چی؟ یعنی غلط کردم. خوب نهایت داشته باشید، کاری که اینجا این شهدای غزه انجام دادن اینه، خونی ریخته شد، خون مظلوم، که این عربا از قبل هم ارتباط داشتن با اسرائیل، سال هاست 40 ساله بیشتر، مگه شاه خودش ارتباط نداشت؟ منتها علنی جرأت نمی کرد. کاری کردن که هیچ سران کشور عربی دیگه چی؟ علنی جرأت، دوباره رفت به محاق. یعنی هرچه اینا رشته بودن پنبه کرد. اصلا می دونید دلیل اصلی ترور حاج قاسم همین طرح بود، طرح معروف به معامله قرن، طرح ابراهیم، گفتن عربا بچه اسماعیلن، یهودی بچه اسحاق، طرحو میذاریم ابراهیم که اینا میخوان با هم دوست بشن. سخنرانی نتانیاهو سازمان ملل امسال همین بود، گفت ایران نمیذاره ما بچه های حضرت ابراهیم با هم دوست بشیم. به سخنرانیشو گوش کنید، خوب نه داشته باشید، گفتن این طرح یه مانع جدی داره، ما بخوایم این طرحو ران کنیم تو منطقه، حاج قاسم سلیمانی نخواهد گذاشت. دوره ترامپ این اتفاق افتاد دیگه، گفتن چاره جزی نیستش که باید سردار سلیمانی حذف شه، نه نمیدونستن که سردار سلیمانی بزنن جانشین خلفش سردار قاهانی اون کارو محکمتر پیش میبره. اینو بدون به مراتب از زمان حاج قاسم امریکایی تو منطقه بیشتر دارن تلفات میدن، اصلا تبدیل شده به اخبار روتین. همین شما همین یک ماه اخبار غزه اینقدر این جنایتی که اونا دارن انجام میدن وسیعه، هر روز محور مقاومت تقریبا آمریکا رو زده تو منطقه، یک ماه برید یه سرچ کنید با پهباد اینا کجا رو زد، اونجا کجا رو زد، کجا رو زد، کجا رو زد، همینجوری. امروز دادش در اومدن دیروز که آقا ایران داره، رهبری هم خیلی سریع فرمودن که آقا محور مقاومت رو ما دیگه نمیتونیم کنترل کنیم، یه دست ما نیست، اینا ناراحتن خودشون میزنن. درست شد، وقتی رهبری اون نکته رو گفتن یه شما تا ته ماجرا رو میخوندی، اینا دلش نمیتونه شما یه بچه قیور محور مقاومت رو ببینه داره این کشتارا صورت میگیره، بعد کار از دستش هم برمیاد
تو مملکتش پایگاه آمریکا هم هست، موشک هم دست اینه، پهپاد هم دست اینه، نزنه. میشه نزنه، حتما میزنه، بیشتر هم خواهند زن. اصلا اسرائیل مسئله نیست، بابای اسرائیل داره میخوره. اینا خودشون گفتن این ایرانی ها فرش بافن، از اینا بترسید. اینا حوصله دارن، میشینن یه سالی چون نخمخ با هم سرهم میکنن، بعد که میدازم میدید اه یه نقشه ای در اومد. تو اینا اینجوری هن آروم آروم نیست. ببینید انتقام حاج قاسم کشیشن این و اون و اینا که نیستن، که اینا همه شون نخ کفش حاج قاسم هم نمیارزن. خونبه های حاج قاسم اخراج آمریکا از منطقه است. آمریکا پشت این رژیم حرامزاده است که این جرأت میتونه این کارو. گذشتون زمانی که رژیم صهیونیستی میمد تو این کشورها بمبارون که میرفت، ما درگیر جنگ با عراق بودیم، عراق خب دنبال سلاح شیمیایی دولت کشتار جمعی بود دیگه، داشت رو نیروگاه اتمی اوزیرا که خوشم کار میکرد. اسرائیل یعنی صدام درگیر جنگ با ماست، اومد نیروگاه اوزیرا که عراق رو بمبارون که برگشت، من نمیدونم توی منطقه کسی، یعنی اینجوری لات بازی در می آورد. یه هواپیماشو دزدیدن، هواپیما ربایی کردن به قولی فلسطینی‌ها که برن اسیر آزاد کنن، بردن تو انتبه نشوندن. داداش همین نتانیاهو فرمانده اون یگان در واقع رهایی گروگان بود، حمله کردن رفتن. اون عملیات یه کشته از اسرائیلیا داشت، از نظامیاشون، همین داداش نتانیاهو بود. خب یوناتان نتانیاهو، این بنیامین نتانیاهو که میدونید به فارسی چی میشه دیگه، به ترکی شو بگم الله وردی نتن یهوه، یعنی خدا داد. خب به عبری بعد خدمت شما عرض بکنم، رفتن ببین یه کشوری اون هواپیما رفتن نشستی، کشور سالسی اصلا ربطی نداره، رفتن گروگان آزاد کنن، کل فرودگاه رو بمباران کردن، کل جنگ یک سوم توان نیروی هوایی اون کشور رو بین رفت. یعنی اینقدر اینا پر رو هن. امروز اصلا بحث اینا نیستش که اصلا اسرائیل تو قد و قواری مثلا نبرد با حزب الله میترسن، اینجا حزب الله حزب الله داره میزنه دیگه، در همون حد داره جواب میده، جنوب مثلا خمپاره نمیدونم توپ، خب چرا هواپیما بلند نمیکنی بری بزنی مثلا بیروت و فلان. نه میدونه عدد موشک، من آخرین بار من فکر کنم 80,000 تا صبح رفتم نگاه کردم، برآورد رژیم صهیونیستی بالای 200,000 تا راکت و موشک توی حزب الله دسترس حزب الله. نه دیگه از این راکتایی که حماس میزنه، نه موشک نقطه زن. نه میدونن این قصه رو شروع کنن پایانش چیه. اسرائیل از درون فروب خواهد باشه. خود این جهودا ترسو اینا دیگه تو مملکت زندگی نمیکنن. اون صحنه که اینا داشتن فرار میکردن، این ملت با موتور دنبالشون بودن، این که ثبت شد تو ذهن این جهودا. جهود جمع به جندوسی معروفه، قرآن میفهمین هر کدومشون مثلا 1000 سال عمر کنن. نگفته احرس الناس، یه حریسترین مردم علی حیات، بر زندگی همینا رو خواهی یافت. لتجدن نهم، یعنی اون کوریدوری که اینا فقط تو اون تیکه 15 میلیارد باید خرجش میکردن، تا بمبئی میخواستن این کار دونه 500 میلیارد دلار برای این پول گذاشته بودن کنار. 500 میلیارد دلار میچقدر پوله، همش هوا شده. این علیفی که بر ما آدم شده بود قدقد میکرد، گفت میام جنوب ارمنستان رو میگیرم و نمیدونم فلان، تا اسرائیلی همچین چکی خورده از حماس، دیروز اعلام کردن رسمن که ما کلن این عبور کوریدور از جنوب ارمنستان رو بیخیالش شدیم. چرا با خوش میگن؟ خب ما اگه این کار رو میکنم که با ایران درگیر میشدیم، با ایران درگیر میشدیم، با پشتوانه کی؟ اسرائیل. اینه با چهار تا پاراگرایدر رفتن شخ دادن تا 10 کیلومتری نوار کرانه باختری رفتن، با ایران میشه در افتاد؟ که من عرض کردم گفتم اصلا ایران ارتشش لازم نیست با شما در بیفته، سپاهش لازم نیست با شما، پایگاه بسیج تبریز ارومیه اردبیل صاف میکنن تا شما جمهور آذربایجان میگیرن. بابا چی فکر کردی؟ اصلا هم نمیخوان، یه افشانه فلفل می دستشون یه شوکر تمام، بالا رو شخ میزنن صاف میکنن میگیرن. نه حقیقت همینه. این که وزیر امور خارجه ما میرسه سازمان ملل صحبت میکنه و صراحتا میگه که قطری ها و ترکیه ها بدونن حماس اسرا رو به ایران تحویل خواهد داد و این مبادله اینجا زیر نظر ما انجام میشه. یعنی چی؟ شما میبینه جهودا یه دونه اسیر رو با 5000 نفر عوض کردن با مصری ها، یه نفر رو با 5000 نفر،
حالا که اینا 2300 تان توشون جنرال هست، اسرائیل هم معنی این حرفا رو میفهمه. میفهمه شوخی بردار نیست. جمهوری اسلامی این اینا آقا بینی بین الله من آدم نیستم خوشایند کسی حرف بزنم، چیزی رو نرسم نمیگم. گوش کنید چی رو خواهم عرض کنم. بینی بین الله انقدر استادانه، استادانه معنی واقعی کلمه، و نرم و دقیق که نه حیثیتمون خورد شه و غیرتمون، نه کشور وارد جنگ بشه. این خیلی مهمه بین این دوتا حرکت کردن. از نظر سلاح‌های متعارف جمهوری اسلامی نامتعارف شد. ببین موشک متعارفه، بمب اتم که نیست، اما این همه موشک یه جا بزنی میشه نامتعارف. ببین تو یه بمب اتم میگی، یعنی بمب اتم نامتعارف، میگه چرا؟ میگه انفجار که درست میکنه مثلا 50,000 نفر میکشه. میگیم حالا 50 تا موشک 1,000 تا بکشه چی؟ ما فاصله موشکان با رژیم سمیسی زیر 400 ثانیه است. از لحظه شلیک زیر 400 ثانیه رو کلهشونه. هیچ پدافندی هم نمیتونه بزنش. انقدر سرعت اینا بالاست، پدافند اصلا نمیتونه رادار نمیتونه گیر بندازه ببینه کجان. تا بخواد اینا رو پیدا کنه یه ثانیه بعد اون دیگه اونجا نیست. اونا خوب اینا بعد گنبد آهنی کدوم، آبکش آهنی هم نبود، آبکش پلاستیکی هم نبود، راکت ها اینا رو نمیتونی بزنی. شما دیدید یه پهباد ایرانی ما قبلا به روسا داده بودیم، ما هیچ رفتی به این جنگ نداریم، شاهد. یه پهباد ایرانی موازنه جنگ رو تغییر داد تو روسیه اوکراین. موازنه رو تغییر داد. شما میدونید چه سلاحایی جمهوری اسلامی داره که تا الان رونمایی نکرده؟ دیونه نیستش که رونمایی کنه. که من یه توییتی زدم چند وقت قبل، نوشتم که فکر کنید چی توی قریب مضمون، فکر کنید میشد موشک رو مثل چغندر تو زمین کاشت، بعد میرفتی تو منطقه هر جو دوست داشتی میکاشتی، هر موقع دلت بخواد از زیر زمین موشک میومد بیرون بخواد تو کله اسرائیل. هشتگ مزرعه موشکی. اونا اومدن دو روز زیر توییت من نوشتن آره خوب بود اگه میشد، اما مزرعه توهم، همچین مزرعه وجود نداره. بعد یهوی رونمای موشکامون بود از زیر زمین موشک میومد. اونا خودشون میگن، میگن جز 4-5 تا کشور اول دنیا در موشک، در پهباد دارن. آقا کی میخواد شما وارد جنگ بشید؟ اصلا دیگه لازم نیست جمهوری شما یه گروه نظامی که اینا رو بعد شما بدونید با چی راکت درست میکردن. اینا با لوله های آبی که از زمان انگلیسا قیمومت انگلیس مونده بود زیر زمین، لوله زنگ زده رو در میوردن، کود شیمیایی و شکر با هم قاطی میکردن، ازش سوخت موشک درست. موشکایی که اسرائیل میزد عمل نمیکرد، میرفتن مواد منفجرش رو برمیداشتن خودشون استفاده میکرد. اینجوری دارن میجنگیدن. که خدا رحمت کنه شهید سلیمانی رو، رسون به این مرحله که ببین الان یک ماه شخم دارن میزنن، یا بازم دارن راکت میزنن. نتانیاهو که تمام، اصلا شک نکنید قصه گنده تر از نتانیاهو اسرائیل است. صحبت 200 سال آینده دنیاست. اینا میخوان ایران از مرکز تبادلات و رفت آمد جهانی حذف شه. بالای ما دریاست، پایینمون هم دریاست، بالای دریایی بالایمون یعنی دریای مازندران هم قطبه. منطقی ترین جا برای تردد بین شرق و غرب دنیا ایران است. اینا دارن اینو حذف میکنن، میخوان بیان از جنوب ما از هند ببرن رد کنن. میخواستن از کشورهای ترک رو به هم بچسبونن، از قزاقستان که با چین مرز داشت بیان تا دریای مازندران، دریای مازندران بره باکو، از باکو این وسط ارمنستان قطع کرده بود، بیان جنوب ارمنستان رو ببرن برسن به نخجوان. نخجوان یه مرز کوچیکی با ترکیه داره، اینم رضا شاه داد و اینا اونا نداشت. انگلیسی بودن دیگه، فنی میدونستن چجوری نقاشی بکنن کجا رو بکشن برسه به ترکیه. ترکیه هم چی؟ از دریا با اسرائیل. الان میگن که اسرائیل اعلام کردن میگن آقا این سوخت این هواپیماهای ما نفت باکوه ها، از باکو نفت تهیه میکنن. میخواستن این ارمنستان رو ببرن دیگه، اینا به هم بس میشدن، از بالا بیان رد بکنن، ایران رو حذف کنن. وقتی ایران محل توجه باشه، تمرکز باشه، کسی قابل حذف نیستش. شما میرید توی تحریم ها، چابهار و هندی ها میخواستن بیان سرمایه گذاری کنن، از اونجا کالا صادر کنن. هندی ها با آمریکایی ها فشار آوردن، چابهار معاف از تحریم های آمریکا بود دیگه، میدونید این سالا. وقتی شما بیای، این قدرت نظامی اینجا برای کشور آورده اقتصادی داره،
شما میری یک کشتی میخری چند میلیون دلار، همین تانکای مرکابای دیگه، ته تانک جز بهترین تانکای دنیا بوده، جز 4 5 تا تانکای خوب دنیا، یکی تانک مرکابای مرکبه، این ابری مرکابا میشه. خب میگن اون وسیله بوده از داوود باش میرفته آسمون، حالا اینا ببین چی داشتن تانک درست کردن. خدمت شما عرض بکنم، بعد انگار مثلا ما تانک درست کنیم بزنیم براق، متوجه بشید چه ادبیات مذهبی پشتشه. اینا 6 میلیون دلاره دونه ای، میخواستن اینم به کولومبیا به کجا بفروشن، قیمت گذاشتن 6 میلیون دلار. این فیلمای اومدین پهباد بالا موشک آر پی جی مینداخو کلهشون 400 دلار قیمتش، 6 میلیون 400 تک 400 دلار، 6 میلیون دلار جوری هستن بازی رو به هم میریزه. بعضی موقع این هوشمندیه محور مقاومت، یمینو چیکار کنم؟ مثلا رهبر آقای حاجی زاده تعریف میکرد برای خود من، گفت تلویزیونم ایشون گفته، میگه من رفتم خدمت آقا چیزو بدم، این برنامه ای که میخوام فرمانده هوافضا بشم، کلی توضیح آقا این کارو کنم اون کارو کنم ال کنم بله کنم، ایشون یه نگاه میکرد گفت من از شما موشک خود نقطه زنی میخوام. مثلا ای بابا مثلا من دوباره اون مبنا رو میذاره رو نقطه زنی. چرا؟ چون فقیهه، بی گناه نباید کشته شه. بعد تو ماجرای روسیه گفتن آقا فقط سلاحای ایرانی امروز تو دنیا کاربرد داره، چون هم پهپادشون هم موشکاش اینا نقطه، ما اربیل و شخم زدیم یه بی گناه کشته نشد، شخم زدیم دیگه، مقر داعش و شخم زدیم یه بی گناه کشته نشد. میدونی چرا این سلاح ها سلاح خوبیه؟ چون سلاح آخونداست، شهر براشون مهمه. آره یه بیگناه نباید کشته شه. هوشمندی رو ببینید، شما دست میذاری رو موشک، دست میذاری رو پهباد، و این آدم اینقدر خوب بود. اینا اگر ببینید شما مثلا میگفتن 76 امریکایی ها میخواستن به ما حمله کنن، 76 75 76 میخواستن به ما حمله کنن، اون موقع ما قدرت موشکی بودیم، حمله میشه ما چیکار میخواستیم بکنیم؟ اینقدر خوب سیاست ورزی کرد، با اصلاح طلب اصولگراها بازی کرد به عنوان رهبر، اینقدر استادانه، این آمریکایی‌ها به خودش اومدن ای اینا 8 سال حواسشون رفته به اصلاح طلبا، نگاه که این بغل موشکی شد ایران، و این احمقا هم شیشه عمرش قولشون رو یعنی اسرائیل آوردن گفتن دمپر ما تو تیر رسم. حالا میخوای بری شما میلیاردها دلار خرج بکنی یه هواپیما یه تانک بخری فلان، با یه پهپاد اینجوری زارتی الفاتحه، خب فاتحهش خونده میشه، چون لازم نیست. چقدر مگه خرج داری ایران داره میکنه خرج مثلا حماس داره میکنه، خرج گروه های مقاومت میکنه، خرج حزب الله لبنان میکنه، بیخه گوش اونا اونجا نگه داشته دست از پا خطا میکنن، یه حالی به اسرائیل میده. اصلا نداریم در دنیا نظیر نداره، خودشو بیان بندنا علنی میگم، میگه فردا میگه صحبت منو میذارم میگه نه نظیر داشت فلان جا، نظیر نداره این نوع مدیریت. این که میگن ایرانیا، ما که لله این کارا رو کردیم، اینو بدونید، دنبال منافع ملی می آید در پس آن، من کان لله کان الله له، هر کی با خدا باشه خدا اینا رو میاره. یهویی 500 میلیارد دلار طرحشون اینجوری هوا میشه، با چی؟ با یه گروه مقاومت. طرح جمهوری آذربایجان و ترکیه و قزاقستانشون هوا میشه، طرح توران بزرگ با چی؟ با همین. طرح سازش اعراب با اسرائیل هوا میشه، خب با یه تیر چند تا نشون بزنی بینی بین الله، یه نفر با یه تیر یه نشون میزنم میگن دمشق، با یه تیر 10 تا نشون زدن. برای چی اونا میگفتن سر مار در تهران است؟ ما آدمال زیر بغل مار نگیرشون دومش هم نمیتونی، برای اینکه نشستم با خوشم دو دو چهار تا کردن، گفته ما هر جوری حساب میکنیم هیچ کسی مثل ایران از این ماجرا زینف نشده. میگم نه عزیزم شما اینجوری فکر نکن، ما لله کار انجام میدیم، اعتقاد ما اینه، برای خدا کار کن، خدا راه راست رو برای تو کج میکنه، میاره تو مسیرت قرار میده. جز این بوده یه مثال دیگه بزنم، کی تو مغز صدام کاشت یه سال بعد خب خدا وکیلی دارم بیم آخر جنگی این شهرتو نگاه کنیم، زپرتمون در رفته، تعارف دیگه نداریم دیگه، کلی شهید زخمی خانم، اقتصاد پکیده، هیچ ابزار نظامی دیگه نداریم،
50-60 هواپیما مونده، اینو F4 رو وا میکنن رو F14 میبنیم، F14 رو F4 میبنیم، یک شیر تو شیری به ما حمله میکردن، میخواستیم چیکار کنیم؟ هیچ کاری نمیتونستیم کنیم. که از غذا یه سری خلوچل تو مملکت میخواستن ما رو به جنگ بندازن. صدام حمله کرد به کویت، اینا میگفتن ما باید بریم با صدام یکی بشیم به کویت، هم به آمریکا بجنگیم. آمریکا هم پشت سر کویت در اومد، جنگ اول خلیج فارس. بابا ما تا دیروز داشتیم با این صدام میجنگیدیم، آخه رهبری اجازه نداد. گفت من هرگز اجازه نمیدم. خیلی جاهایشون جلو جنگو گرفته ها، یعنی اینا قشنگ میخواستن ما رو بنزن تو دهن کریکودیل، نگذاشته. بعد اینجا رو گوش کن، صدام یوهی نمایندهشو فرستاد ایران پیغام بده چی؟ آقا ما 151 هواپیما داریم، فروند هواپیما داریم که آمریکایی‌ها اینا رو می‌خوان بزنن. خب به ما چه؟ ما نشستیم با خودم دو تا چهار تا کردیم، این هواپیما اگر تو ایران باشه آمریکا نمیزنه. به یک شب بابا ما تا پارسال با این جانی جنایتکار داشتیم میجنگیدیم، به یک شب ایران صاحب 151 فروند هواپیمای مدرن شد که روسی بود. الان معاون صدام مصاحبه کرده میگه صدام من توی خونه امنی من با جلسه گذاشتم، میگه برگشتم بهش گفتم داری اشتباه میکنی، این کارو نکن. مصاحبه کرده با این شبکه عربی، گفت داری اشتباه میکنی. گفت نه کار درست همینه، تو این خون شهید پاکه، این خون پاک معجزه میکنه. میگه اینا دستشون باز میشه اون دنیا دیگه، تازه اون دنیا که یعنی همین دنیا اثر دارن، شروع میکنن کار عجیب غریب کردن. مثلا فکر کنم میشن نشستن با هم دیگه میگن آش میخوای کاری کنیم، مثلا کار عجیب چه؟ صدام هواپیماشو بده به جمهوری اسلامی. آقا خدا وکیل یه نفر همه حرفو میزد بیزون، گفت بیا برو شرط بندی کن، میکردی با حلال حرام شرط بندیم کار نکردم. عمرن گفتی عمرن، دیدی شد. الان فکر کنم حاج قاسم نشسته اون بعداری طراحیای میکنه، بیا چیکار کنیم با یه تیر 20 تانشون بزنیم. شهید زنده است، شهید اثرگذاره، یعنی همین قصه فعلی. اینایی که ببین، اینایی که این ادعای ملی گرایی دارن الان سر فلسطین حرف مفت دارن میزنن، اینا خیلی بیمارن. بیمار به معنی با من نمیدونم، میترسم بگم من از خر نمیفهمن، خر اون دنیا خیر منو بگیره. بگی برای چی گفتی بابا؟ اصلا دین به کنار، اخلاق که وظیفه ماست این کار انجام بدیم، به کنار. تو کشور خود دوست نداری؟ اینا میخوان ایران رو حذف بکنن تمامی تو. اما اینجا میگه نه، هر چی از شرق و غرب عالم خراب بشه از چه شما برات چه. تنگه هرمز رو داشتن دور میزدن، از قبل تنگه هرمز کل خطوط لوله و نمیدونم چه و چه نفت و گاز و کوفت و زهرمار رو انداختن، از عربستان میره اردن، از اردن میره اسرائیل. خبر ده تقریبا 7 تا خط لوله زدن که فقط تنگه هرمز رو رد کنن که زیر نظر ایرانه. کارگران مشغول کارند، خبر نداری میلیاردها دلار خرج کردن. من از این چیزا زیاد دیدم، زیاد شنیدم. رفتیم چابهار، ما بعد این چابهار رو راه مینداختیم. گوش کنید اینم، هر ما هم برادرم رسیدن به من بگید. خب چابهار رفتیم، ما چابهار رو بعد راه مینداختیم که هندیا میخوان صادرات انجام بدن بیارن چابهار. چابهار ما راه آهنش درست کردیم بفرستیم اونجا، بفرستیم روسیه، بفرستیم ترکیه، از ما ردشن. این خیلی مهمه، فردا روزی جنگ با ایران به ضرر هند هم خواهد بود. برای همین پاکستان که رقیب هند تو چابهار بمب‌گذاری می‌کرد، حملات تروریستی یادتونه این گروه جند و شیطان انجام میداد، اینا پشت سر کی انجام میدن؟ ISI پاکستان، سرویس اطلاعات نظامی پاکستان. اینا اونجا رو ناامن می‌کردن. که حالا چی شده؟ ساحل اونجا عمقش کمه، خوب گوش کنید، یعنی کشتی نمیتونه پهلو بگیره. باید میومد کشتی تا بندر عباس بارو خالی میکرد، بعد مثلا میده همون بار دوباره روی زمین، بعد برمیگشت سمت مثلا سیستان بلوچستان. راه کار چی بود؟ مهندسای ایرانی گفتن آقا ما توی دریا پیشروی میکنیم، میریم جلو، ساحل مصنوعی میسازیم، میریم جلو تا برسیم به عمقی که کشتی بتونه چیکار کنه؟ پهلو بگیره. من اونجا رفته بودم، برداشته بودن یه مربع بزرگی درست کرده بودن بتونی، بعد توی اینو بعد پر میکردن. آقا عکس نمیدونم فیلم گرفتیم یا نه، عکساش هست، شگفت انگیز بود. مثلا مهندس اونجا میسه انگشتش قطع شده بود زیر این سنگا، خدا شاهد قیافه مهندس رو میدیدی مثلا سوخته بود این چهره زیر آفتاب دیگه، حنجره نابود، بس که داد میزد. یه دونه ماشین از این ماشینای این که بیل میگن مینا، بیل مکانیکی ژاپنی بود که من یادم این سنگا رو کامل بلند نمیکرد، قل میداد اینجوری، اینا رو میچید اون تو. گفتم چرا اینجوری میکنم؟ گفت این اگر بشکنه همین یه دونه رو داریم، هیچی دیگه نداریم.
این تو دل این سختی و این تحریم. آقا اینو میخواستم پر کنم، یه موج شکنم فرانسوی ها قرار بود بیان برای ما بزنن، این بیشرف ها هم زدن زیرش. موج شکنم خیلی محاسبات پیچیده ای داره. آقا اینا ما این مربع رو درست کردیم، حالا میخوام توشو پر کنیم. میگم اون وقت خاک و خل بعد بریزی اون تو، خب سنگ هم باید باشه حل نشه. کارو نگاه کن چی شد. یه موج شکنم درست کردیم جلوش، درست شد. تو اندونزی سونامی اومد، موج اون اندونزی سونامی موجش اومد چیکار کرد؟ این موج شکن ما رو کلن خراب کرد، همه ریخت این طرف. این بچه ها گریه میکرد، گفتن خدایا معلوم است با کی تو؟ کدوم وری بدونیم ما؟ اولا موج شکن بد ساخته بود، این که خراب شد فهمیدیم که ایرادش کجا بود. موج شکن دومی درستی. بعد که نشستن محاسبه کردن دیدن عجب، پولی که باید میرفتیم چیز بیاریم این مربع رو پرش کنیم، چندین برابر همین سیل مفتی میشد که خدا آورد ریختیم تو. یعنی از نظر اقتصادی کاملا به نفعمون شده بود. دو اون موج شکن هم بعدها میترکید. حالا امروز نه، اون موقع خیلی چیزا رو خراب میکرد، یه بندری رو خراب میکرد. به خدا امداد غیبی نی، دست خدا. 44 سال باش، 44 سال دارن میگن 6 ماه دیگه تمومی. دو تا 44 تا میشه دیگه، هر سال دو تا 6 ماهه. 88 بازه زمانی تمام، 6 ماه دیگه تمام. ما یه فامیلی داریم 85 6 شد یادم نیست که بود. گفت ببین اردیبهشت تمومه، آخوندا رفتن. گفتم مینویسم ثبت میکنم. الان هر دفعه میبینمش میگم چه خبر. نه خیلی جالبه، این سیونیستا یه خاخامی داشتن عبدی یا یوسف، خیلی پدر سوخته بودیم، خیلی سیونیست. این یه شب کل اومد صحبت کرد و مردم اسرائیل خواست، گفت بیا تا صبح ما بشینیم. من رفتم تلسم داوود نوشتم، تلسم سلیمان، که یه بشه یه بلای سری آخونده آورد سر ایران جمهور اسلامی. بعد دیدن هیچی نمیشه، قصر عکس میذاره و خودش مقاله نوشتن آیت الله کرس، نفرین آیت الله ها. میگه اینا میشینن یه نفرین میکنن بابای ما این مرد در میاد. حالا قصه چی؟ اینا آیت الکرسی رو که حفظ میکنه، اینا به عنوان آیت الله کرس خوندن. کرس یعنی نفرین به انگلیسی، آیت الکرسی آیت الله کرس. مقاله نوشتن. دست خدا رو میبینید. میدونی امروز چرا این جوون ما شک میکنه آمریکا رو قدرتمند میدونه؟ برای اینکه اینا ببر مردم بچه ببر بینا شنید. کجا شنید اینا رو تلویزیون بگید؟ هر چرت و پرتی رو میذارن جز این چیزا که باید به مردم بگن. برنامه هم سالی یه بار میخوام بدن، میرن ساعت یک نصف شب دو نصف شب برنامه میدن، برای اون کسی که شیشه کشیدن خوابشون نمیره بیدارن. و من این دفعه رفتم برنامه گفتم تو شب بخیر ان شاء الله تا سال دیگه خدافظ. شب زنده داران عزیزون که نماز شب خونه که تو سجاده است تلویزیون روشن نکردم که شیشه کشم کار نداره اصلا با تلویزیون جمهوری اسلامی. نه به مردم بگید، نه خدا عمدن این مثال ها رو میذاره که قوت قلب من شما بگیریم. اما میشه شما چرا کل دنیا بیستید نتونن هیچ کار کنن؟ هر اتفاقی داره میفته همش به نفع ایران. اینا هم دیگه دارن متهم میکنن. ببین اومدن تو عراق، ببین بزرگترین دشمن ما تو منطقه صدام بود، خود خرشون اومدن انداختنش، اینا عراق افتاد دستان. بعد رفتن تو سوریه بهانه درست کردن که ایران بتونه از کشورهای محور مقاومت یک ارتش واحد بسازه. الان ما از پاکستان شمال اقیانوس هند تا دریای مدیترانه ما ارتش واحد داریم. هیچ کس به گستردگی ما نیرو تو منطقه نداره، خاورمیانه از زمین منطقه دست ماست، هواش هم با پهپادامون دست ماست و موشکامون. میبینید؟ خب کی بوده؟ ما سوریه رو شروع کردیم، خود اینا داعش درست کردن. هر کاری دارن میکنن به نفع ما میشه. خب یه جای کار میلنگ دیگه. بله خب من خدا اراده کرده با جمهوری اسلامی بزن تو دهن اینو. چیزی من میفهمم اینه. خدا اراده کرد بچه کشا فرعون یه بچه رو زنده نگه دارن، همون قاتلشون بشه. لج خدا رو نگاه کن، استغفرالله لج، یعنی میخوام اراده الهی رو ببین. عمدن یه کاری که موسی تو خونه خود فرعون بزرگ شه. ها یه جا دیگه بزرگ میشه چی میشد؟ نه بعد من حال اینو بگیرم. بچه میکشی وایسا نگاه کن. صدام رو تجهیز کردید، یه کاری میکنم آخر جنگ یه سال بعد جنگ کل سلاحاشو بده به ایران. آه مگه میشه؟ حالا وایسته میشه نمیشه. هر کاری کردن به نفع میشد یا نه؟ میتونم 50 تا مثال براتون بزنم. از حوزه اقتصادی بگیرید چه
ببین من منکر کمکاری ها نیستم ها. همین اول جلسه که دیدی که ادیار شستشو دادم منکر نیستم، زیاده دنه شک نکنید، اما اون جاییه که ما اخلاص گذاشتیم کنار، اونا مالا اون بخشیه که ما چیکار کردیم. مملکتی که اینجور موشکای آنچنانی که جهان رو مبهوت کرده داره میسوزه، بعد مثلا یه جای گیر پوشک و چطور میشه؟ میگه مدیراشون فرق میکنه، مدیر اینور مخلصه لله کار میکنه، جهادی کار میکنه، مدیر اینور دنبال حقوق و وام و سفر خارج و بچه‌ام بفرستم آمریکا و اینکه بفرستم نمیدونم کجا و ایناست دیگه. معلومه نتایجشون یکسان نمیشه. خدا اونجا با تو کاری نداره، اونجا شیطون رفیقته. هر جا ما مخلصانه وارد شدیم، محکم وارد شدیم، پشتوانه خودمون رو خدا قرار دادیم، پشت به مبانیمون نکردیم، از زمین و آسمان برکت بارید و نتیجه‌اش هم امروز می‌بینیم. انشالله خداوند اون که دارن خدمت میکنن و موفق بدارشون، اونایی که بینام گمنام دارن زحمت میکشن هر جا هستن اجرشون محفوظه، خدا صد چندان کنه. اونا هم که دارن خیانت میکنن در درجه اول، در درجه دوم، در درجه سوم تا درجه دهم، خدا هدایتشون کنه، نمیشن نابودشون کنه. الساعه 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 العجل العجل به عدد ما احاطه به علمک. بگو برادرم تشریف آوردن، ببخشید من مصدق شدم، توفیق اجباری بود. میفرمان بازم بیاد جلو همیشه. سلامتون رو بفهمید.